سلام عزیزان، من امروز تصمیم دارم با آموزش دو نوع معجون لاغری مهمون خونه شما بشم. امروز تصمیم دارم یه معجون لاغری کدوی سبز آموزش بدم و یک معجون دیگه که با آب پرتقال و زنجبیله. ابتدا من معجون کدوی سبز آموزش میدم به شما دوستان. در رژیم های امروزی معمولا وعده صبحانه نادیده گرفته میشه، ولی صبحانه و مصرف سبزیجات در وعده صبحانه تاثیر بسیار چشمگیری توی تناسب اندام داره. شما با درست کردن این معجون و خوردن اون یک لیوان ناشتا با معده خالی فوق‌العاده سوخت و ساز بدنتون میره بالا. حالا من مواد اولیه رو معرفی میکنم. مواد اولیه برای تهیه معجون کدو سبز، دو عدد کدو متوسط که من کاملا تمیز پوستش رو شستم و به صورت حلقه حلقه در آوردم. خیار هم 3 عدد، خیارم به همین شکل کاملا پوستش رو تمیز شستم و حلقه حلقه کردم. یک عدد سیب به اصطلاح سبز که سیب سبز هم به این حالت خرد کردم. شما اگه سیب سبز در دسترس نداشته باشین میتونه از سیبای دیگه هم استفاده کنم. من حالا این تمام این مواد رو با هم دیگه در مخلوط کن میریزم و یه مایه یه دستی بعد از اینکه مخلوط شد مایه یه دستی به دست که شما این مایه رو صبح ناشتا میتونید میل کنید. خوردن یک لیوان از این مایه صبح ناشتا باعث میشه که کالری بدنتون بسوزه و مواد معدنی و ویتامین به اصطلاح در بدنتون به وجود بیاره. فوق‌العاده معجون آسونیه ولی فوق‌العاده مؤثر. پس من این مواد رو با هم ترکیب میکنم. بعد از این که من کدو، خیار و این سه تا مواد با هم دیگه سیب رو مخلوط کردم، کاملا یک مخلوط یه دستی به دست میاد و گفتم این مواد رو شما صبح ناشتا میل کنید. خب معجون کدو سبز ما آماده است. عزیزان، این معجون لاغر که من دارم آموزش میدم به شما دوستان به هیچ وقت واسه بدن ضرر نداره، حتی میشه گفت واسه بدن بسیار سودمنده، برای اینکه همه اینا سبزیجات، پس سبزیجات هیچ ضرری واسه بدن نداره. حالا این معجون ما آماده است، میام و معجون دیگه‌مون که با زنجبیل به شما آموزش میدم. حدود 5 سانت زنجبیل داریم. مواد اولیش حدود 5 سانت زنجبیل تازه، یه قاشق غذاخوری سرصاف عسل، دو قاشق مرباخوری آب پرتقال و حدود 2 فنجان آب یا 1 لیوان و نیم آب. ما ابتدا چی کار میکنیم؟ ابتدا من زنجبیلا رو به این شکل خرد میکنم و اون 1 لیوان و نیم آب رو داخل زنجبیل میریزم. 5 دقیقه روی شعله میذارم، فقط 5 دقیقه، تا هم زنجبیلا طعمش در بیاد، همه که کمی نرم بشه. شما میتونه حتی بخواین رندم کنیم، ولی رنده شدن خیلی داخل آبی که میخواییم بذاریم به جوشه دیگه خیلی توی اون حل میشه و به اصطلاح شناورم میشه، چون رنده میشه ثبوت میشه میاد بالا. خب اینو با 1 لیوان آب، 1 لیوان و نیم آب میذارم روی حرارت که بپزه. بعد از اینکه زنجبیل ما پخت و کاملا بعد از 5 دقیقه من خاموش میکنم و بعد از 5 دقیقه زنجبیل رو خاموش میکنم و میذارم خنک بشه. بعد از اون 2 قاشق غذاخوری آب پرتقال و عسل رو اضافه میکنم. شاید دوستان فراموش نکنید، شما هر موقع میخواید عسل رو داخل هر مایه بزنید، داخل مایه داغ و گرم نریزید. اجازه بدید مایه‌تون رو به خنکی بره و ولرم مایه به سرد بشه. خب عزیزان، همطور که میدونی این دوتا معجونه که من آماده کردم و به شما دوستان گفتم هیچ ضرری نداره، چون کاملا سبزیجاته و با توجه به امروز ماها خیلی گوشت و به اصطلاح غذای فسفود به اصطلاح مصرف میکنی، بد نیست گهگداری بدن اینو یه شوک بدی و سمزداری کنی. حتما این دوتا معجون رو میل کنی، این معجون به اصطلاح کدو سبز رو ناشتا میل کنید و این معجون هم میتونید بعد از هر وعده غذاییتون میل کنید. خب من زنجبیل رو 5 دقیقه گذاشتم روی حرارت، خاموش کن، الان کاملا خنکه. یه قاشق سرصاف عسل، 2 قاشق غذاخوری پر آب پرتقال، حالا اینا رو کاملا با هم مخلوط میکنم. شما میتونید این معجون رو داخل یه
دست بطری های شیشه ای، بطری پلاستیک نه، بطری شیشه ای دردار قرار بدین و بعد از غذا میل کنین. بعد خاطر نشان کنم، زنجبیل چون گرمیه، کسایی که فشار خون بالا دارن توی به اصطلاح استفاده کردن از زنجبیل احتیاط کنن، خیلی زنجبیل نخورن. ببین به این شکل. حالا شما میتونید اینو از صافی رد کنید، چون این زنجبیل کاملا پخته و به خورد آب رفته. هم میتونید مثل آب میوه طبیعی پارک دار که بیرون هست به این شکل. من معمولا به این شکل استفاده میکنم و همیشه قبل از اینکه اینو استفاده کنید حتما گفتم داخل بطری شیشه ای تکون بدین تا تمام مواد کاملا با هم زیر و رو بشه، بعد میل کنید. فوق‌العاده معجون خوشمزه، خوشعط و تأثیر گذاریه. خب دوستان، من امروز دو تا معجون لاغری به شما آموزش دارم. در انتها میخوام یه نوشیدنی برای لاغری به شما آموزش بدم، در صورت که اون سبزیجات دم دستتون نبود، مثل زنجبیل و کدو اینا که توی دو تا معجون قبلی بهتون آموزش دادم، یه دونه نوشیدنی فوق العاده ساده که دم دست هم هست میخوام آموزش بدم به شما. خب مواد اولیه برای یه نوشیدنی فوق العاده ساده و سالم، یک فنجان آب، نصف لیموی تازه، سعی کنید حتما از لیمو ترش تازه استفاده کنید، نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه. خب من فوق العاده این نوشیدنی راحته و دم دسته. خب ببینید، من نصف به اصطلاح لیموی تازه داشتم، کاملا آب اون رو داخل یه فنجان آب می‌ریزم. شما میدونین که لیمو ترش فوق‌العاده چربی سوز خوبیه و فلفلم سوخت و سازه، بدن رو میبره بالا. خب یه لیوان، یه فنجون آب داشتیم، نصف آب لیمو ترش رو ریختم و گفتم نصف قاشق چای خوری فلفل. اینا رو ما با هم دیگه به هم میزنیم تا کاملا با هم دیگه مخلوط بشه و اینو میتونیم بعد از هر وعده غذایی بنوشیم و باعث میشه هم سوخت و ساز بدن بره بالا، همان که باعث میشه که احساس تسکین خوبی بعد از هر وعده غذا به معده‌مون میده. فوق‌العاده نوشیدنی ساده و سالمیه. و اگر شما احیانا به فلفل حساسیت دارین، به تنهایی آب و لیمو ترش هم کار خودش رو انجام میده. حالا اصلا آب به تنهایی خودشم چربی سوز خوبیه و باعث میشه سوخت و ساز بدن بره بالا. شما بعد قبل از 45 دقیقه قبل از هر وعده غذاییتون یک لیوان آب سرد، نه چون آب خیلی سرد و تگری باعث میشه که کبد ما چرب بشه. پس 45 دقیقه قبل از هر وعده غذاییتون یک لیوان آب، سعی کنی از آب شیر، آبی که خیلی یخ نیست بنوشی، هم باعث میشه جلو اشتهای کاذب شما بگیره، هم که میدونید که روزی 7 تا 8 لیوان آب خوردن چقدر برای بدن ما مؤثره. خب دوستان، بگم خدمت شما دوستان، آموزش امروز معجون لاغری و نوشیدنی لاغری ما به اتمام رسید. تا یه برنامه جدید و آموزش جدید به خدا میسپارم. کانال آموزش آشپزی امکتی هم لطف کنید به دوستانتون معرفی کنید. خدا نگهدار.